بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عالم به عشق روی تو بیدار می شود عالم به عشق روی تو بیدار می شود هر روز عاشقان تو بسیار می شود وقت سلام می دهمت در نگاه من تصویر مهربان تو تکرار می شود اللهم عجل ولی کلفرج و والنصر و النصر و سلام و درود بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی را برای دیدن انتخاب کردید با کمال امتنان و افتخار روبروی شما خوبان هستیم با برنامه نور از پنجره باصفا و با معنویت شبکه جهانی هادی به گونه زنده و مستقیم و توفیق حضور داریم در قرار دوشنبه شب در خدمت جناب حجت الاسلام و جناب آقای استاد رمضانی استاد سلام بر شما خیلی خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین اعمال و نیات را عنایت بفرمایید خیلی خوش آمدین استاد خوشحالم که در خدمت شما ایم محوریت موضوع برنامه امشب ما استاد نشانه های عقل و عاقل هست در نخست اگر لطف کنین عقل را برای ما و بیننده های عزیز و گرامی معنا بفرمایید بله خب مبحث بسیار عالی و زیبا و کاربردی هست به خاطر ای که وقتی میگیم فرق بین آدم و حیوان چیه بند. در یک کلام بتونیم بگیم همو عقل او هست که جدا میکنه انسان را از حیوان. انسان از حیوان در تعریف عقل در لغت در اصطلاح خب کلام زیاد گفته شده یکی از کتاب های بسیار زیبایی که در بحث لغت شناسی و کلمات عربی خوب کار کرده از تحقیق هست که یک واژه را شروع میکنه به تحقیق از لغت های مختلف کتاب های مختلف نقل میکنه و باز در آخر اون نظر دقیق خودش را بیان میکنه در این کتاب شریف که نقل میکنه این رقم عقل رو تعریف کرده گفته انا عقلو هو الحابس عن ذميم القول والفعل عقل او مایه و او عاملی هست که نگه میداره انسان را از حرف بد و کار بد بله یعنی یک عاملی هست نگهدارنده یک قوی هست نوری هست نگهدارنده انسان از بدی ها و هم از بدیهای قولی زبانی لسانی و هم از بدیهای عملی و رفتاری این جمله را از معجم المقایس نقل میکنه باز نقل میکنه از کتاب دیگری که العقل هو الحسن عقل یعنی دژ یک قلعه را در نظر بگیریم در زمانهای قدیم یک شهر دیوار داشت به دور خودش که اگر دشمن یک قصد سو داشته باشد نتوانه به داخل این شهر به آسانی و براحتی داخل بشه و اموال مردم قارت بکنه از او دژ نتونه به راحتی عبور بکنه این دژ وجود انسان را گفتن عقل شیطان اگر خواسته باشه به انسان دین اونو بگیره یا هستی و انسانیت او را سلب بکنه عقل مثل یک دژ هست که در برابر او از انسان دفاع میکنه بهم. یا گفتن العقل هو دیه به دیه هم عقل میگن دیه در قتل خطا گفته میشه که اگر یک کسی خطا کسی را بکشد قصد کشتن نداشته اتفاقا یک فردی بنایی میکرده از بالای یک بنا و ساختمان یک سنگی از دست و خطا میخوره به سر یک انسان آبر پیاری اصابت میکنه به او از دنیا میره اینجا دیه گفتن چرا به دیه گفتن عقل بله. گفتن به خاطر اینکه در زمانهای قدیم چون یکی از انواع دیه که پرداخت میکنیم شطور هست صد تا شطور به عنوان دیه یک قتل یک انسانه چون این شطورها را میرفتن به در خانه صاحب دم به تعبیری کسی که به قتل به در خانه او میبستن به این جهت به دیه گفتن عقل لذا برخی از اه اهل لغت گفتن عقل از اقال هست اقال یعنی پایبست شطور یک تنابی یک رسمانی بوده که شطور که وقتی میخوابادن پای او رو میبستن که نتانه حرکت بکنه و به تعبیری گم بشه سیارا ای پای بست شطور که میگن اقال یک پای بست هم انسان دارد که از گم شدن نجات گم شدن متن. در میدان هوا و هوس یا در دام شیطان اسیر شدن انسان را حفظ میکنند مثل سیاره. یک اقال هست خود صاحب کتاب از تحقیق بعد از اینکه اینها رو ذکر میکنه میگه که ان الاصل الواحد معنای حقیقی که تمام اینها به او برمیگرده تشخیص و صلاح و فساد اینه که آدم خوب رو از بد تشخیص, تشخیص یک عاملی در وجود انسان هست یک نور یا قوه خداوند در وجود انسان قرار داده که به سبب اون نور به او قوه آدم خوب را از بد تشخیص میده بسیار که صداقت خوبه خیانت بده راستی خوبه دروغ گفتن بده مروت و انسانیت خوبه بی انصافی و ظلم بده عدل خوبه ظلم بده این انسان به تشخیص عقل. همین عقله فرمودن تشخیص و صلاح و فی جریان حیات مادی و معنی چه در جریان حیات مادی آدم بفهمه که این قضا که ضرر دارد این قضا فاسد شده به جسم انسان ضرر داره از او دوری میکنه این نوشیدنی و این قضا سالم هست به, جنس انسان، به جسم انسان مفید انجام میده در حیات معنوی هم به همین رقم پس او عاملی که باعث میشه انسان صلاح و خوبی ره از فساد و بدی تشخیص بده میگن عقل سپس بعد از اینکه تشخیص داد ضبط نفس و حبسه ها که انسان خودش نگه داره وقتی خوب را فهمید از نه. بد تشخیص داد خوب را انجام بده و بد را ترک بکنه پس بعد از اینکه تشخیص داد به دنباله او ایران میای که خوب را تشخیص داد خوبت انتخاب بکنه انجام بده و از بدی و دوری خودش از بدی حفظ بکنه این میشه در جمع نگه, دارنده. نگه دارنده. پس خلاصه بس همین شد که نگه دارنده انسان سیار. از خیلی بدی ها. ها. استاد این عقل چه اهمیت و ارزش و جایگاه رو در زندگی انسان داره بله خب سال بسیار زیبایی فرمودین ما اگر خواسته باشیم به اساس روایات و به اساس آیات قرآن کریم جایگاه و اهمیت عقل بس بکنیم خیلی زمان طولانی خواهد شد به ما به اندازه فرصتی که بله داریم و بله چون از جهتی هم اهمیت داره به برخی از آیات و روایات معصومین علیه السلام اشاره میکنم تا ما به جایگاه عقل از دیدگاه اسلام از منظر قرآن و روایات اهل بیت علیه مسلمان بله پی ببریم در قرآن کریم خداوند به عاقلان بشارت داده است پس معلوم میشه عاقلان در جایگاه خیلی عالی قرار دارن فرمود که فبشر عباد به بندگان من بشارت بده کدوم بندگان بشارت بدیم الذين يستمعون القول و بندگانی که سخن را میشنوند حرف یک گو، گوینده را گوش میکنن فیتبعون احسنه بعد که گوش کردن صلاح را از فساد تشخیص میدن او کلامی که خوب است بله او کلامی که خوب است او را پیروی میکنن چون امکان داره هر گوینده سخن صالح و سخن درست نگه امکان داره یک گوینده انسان را به سمت تباهی بکشاند به سمت دلی. گناه بکشاند شنونده عاقل کسیه که این کلام گوش میکنه مثلا یک کسی صاحب یک مکتب هست صاحب یک فکری فهم. هست ادله خودش رو بیان میکنه انسان عاقل گوش میکنه او کلام داشت درست داره ازش بله و سخنی که درست است با عقل خود تشخیص میده و تبعیت میکنه او سخنی که نادرست است قبول و تایید میکنه ای خیلی کار بردی این خیلی کاربردی احمد جان با حسینی عزیز به خاطر اینکه فرض کنیم یک فردی در خانواده از پدر از دوستان از اقوام سخن میشنوه اینجا اگر عقل انسان درست کار بکند جب، در برابر گوینده جبهگیری گیری نمی کند بلکه سیاند. سخن او رو گوش می کند بعد روی این سخن تفکر می کند او قسمت های از این سخن که نیکو بود عمل میکنه و او قسمت هایی که نبود عمل نمی کنه اما سخن رو می بنابراین ای که ما به یک کس اجازه سخن گفتن ندیم تا مطلب خودش بیان بکنه و بدون گوش کردن به سخن او قضاوت بکنیم او ای آقلانه نیست نیست بین فرمود فیت به اون احسنه اولائک الذین حداهم الله ایجور اشخاصی که سخن گوش میکنن و سخن نیک را پیروی میکنن اینها کسانی هستن که خداوند اونها را هدایت فرموده بشارت, داده و, و اولائکه هم اولال الباب اینها صاحبان لبن به عقل لب میگن لب به واژه عربی به لسان عربی یعنی مغز شما یک جوز یک گیردور وقتی که میشکنین یک پسته یک پوست داره یک مغز داره او پوستر که بذاریم کنار اون چیزی که استفاده میشه و قابل خوردن هست به نیروزا هست به انسان انرژی میده او رو, برمیدار. او رو برمیداریم انسان هم یک جسمی دار، داره یک عقلی داره لب و حقیقت انسان به او عقلش هست فرمود سیاره. اینها صاحبان عقل یک ای 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 آیه دو باز از اهمیت عقل اینه که عقل یک ابزاری در وجود انسان هست که مایه معرفت است ابزار شناخت است و اتمام حجت با عقل می شود یعنی خداوند در قیامت اگر از کسی بازخواست می کند میگه من به تو عقل دادم پیامبر فرستاده کتاب نازل نه. کردم تو با عقلی که داشتی به سخن اینها گوش کردی یا گوش نکردی خب اگر کسی از این نیروی خداداد محروم بود, کرده بود که او که به تعبیر محروم هست به خاطر علت های مثلا مادرزاده یا به خاطر حوادث که او خب بازخواستی هم ندارد اما انسانی که سالم هست عقل, عقل او و گوش نکرده, بوش نکرده. نکرده این او در قیامت بازخواست می شود فرمود وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اکمل الناس الحجج بالعقول خداوند حجت را برای مردم با عقل اونها تمام کرد در قیامت سال می شود تو که عقل داشتی چرا به سخن پیانبرها گوش نکردی؟ چرا به کتابی که ناظر کردیم گوش, نکردیم چرا نرفتی خوب از بعد تشخیص بدیم آفرین باز در نه قرآن نه کریم فرمود و اله حکم اله واحد گفتیم ابزار معرفته ببینیم خداوند چی رقم انسان عاقل خطاب قرار میده میگه خداوند شما خداوند است واحد شریک ندارد لا اله الا هو معبود جز او نیست هو الرحمن الرحیم بخشنده است مهربان است مهربان. ان فی خلق السماوات والارض در آفرینش آسمان ها در آفرینش زمین و اختلاف لیل و نهار شب میشه روز, روز میشه, میشه، در پی هم حرکت میکنن و الفلک التي تجري بمایت البحر بما الناس کشتی هایی که در آب روان هستند و حمل و نقل کالاهای مردم را میکنن به نفع مردم حرکت میکنن و ما انزل من السماء من ما از آسمان خداوند باران را میفرستد از بالای سر ما و احیا به الارض بعد موتها با این آب زمین را زنده میکند بعد که مرده بود گیاهان میروید خوراکی ها میروید سبززار میروید درختان میروید و بث فیها ها من کل دابه و این در زمین انواع جنبنده ها را خداوند خلق کرد انسان را خلق کرد حیوان را خلق کرد و تصریف ریاح بادها حرکت میکنن ابرها را جابجا میکنن و صحاب المسخر بین السماء و الارد که در آسمان معلقند به جای وصل نیند به تعبیر بین زمین و آسمان معلق هستند که به کجا اینها ببارند و معمور بارش باشند لآیات لقوم یعقلون اینا همه ذکر میکنه خلقت آسمان ها خلقت زمین نزول باران وجود ها وجود باد کشتی ها آب ها بعد میگه اینها آیاتی هست نشانه هایی هست برای آدمی که عقل داشته باشه تعقل کنه چی رقم میشه به تعبیر یک وسیله ساده انسان نگاه می میکنه اگر بگی ای سازنده زنده ندارد یک ساعت فرض کنیم یک ساعت که به دقت کار میکنه آدم بگی این ساعت سازنده ای ندارد بعد چی رقم باور میکنه که عالم به این عظمت نداره بله پس عقل میشه مایه معرفت سه ای که خداوند عاقلان را تشویق کرده به حقگرایی موعظه کرده یعنی موعظه به آدم عاقل اثرگذار هست شما به یک دیوار هرچه موعظه کنید اثر نمیپذیره به یک حیوان همی رقم ولی انسان چون عقل دارد خداوند او را موعظه کرده اثر پذیرم هست اثر پذیره فرمود و مل حیات و دنیا الا لعب و لب انسان ها ب... بدانید که حیات دنیا یعنی زرق و برق ها چوکی ها مقام ها منصب ها جایگاه در ایج مثلا کجا هست ما باید اون بالا بشینم منیت ها فرمود اینا بازی چه هست اینا بره بچه های خردسال خوبه که سرگرم میشن به این زرق و برق ها کسانی که به اونجا نرسه که از عقل استفاده کنه بله ولد دارال آخره خیرون للذین یتقون افلا تعقلون آخرت که سرای ابدی هست او بهتر از چون ماندگار و جاویده آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی به أو آدم فکر نمی بله به آدم خیردمند خطاب میکنه شما که عقل دارید باقی را باید بگیرید از این دنیا استفاده بکنید اما دنیا سرای ابدی خود ندانید دنیا را سرای ابدی خود ندانید سیاه. در آیات دیگری خداوند از ترک تعقل بسیار مذمت کرده یک کسی که تعقل نمیکنه بسیار مذمت شده و خطر برای او در نظر گرفته شده مثلا در جایی از قرآن کریم فرمود که و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون شما مردم را به خوبی دعوت میکنید ولی خود عمل نمیکنید ای خیلی خطاب زیبایی گاهی است بنده گوینده بر مردم کلمات خوب بیان میکنم در سخنرانی کلمات خوب بیان میکنم کتاب خوب می نویسم و اگر خودم به ای گفتار عمل نکنم ای دهنده اینه که من از عقلم بهره نگرفتم تکلیفت چند برابر بخاطر که برابره. می و هم و عمل نکردی به اینوان مثال بله ای به خاطر همینه که فرمودن یک انسان عاقل کلامی که بیان میکنه یا سخنی که می نویسه اول خودش رو باید خطاب بکنه به ای نشانه عقل انسان فرمود و تنسون انفسکم به و انتم تلتون در کتاب افلا تعقلون یعنی اگر انسان تعقل نکنه طبعا فقط به گفتار کفایت میکنه به این مزمت شده یا خداوند فرمود انا منزلون علا اهل ها القریه قریه در زمانهای قدیم ای عذاب شد به خاطر به ماکان و یفسقون اینها فسق فجور و گناه میکردن ول... بر فرمود ولقد ترک نامن ها آیتن بینه لقوم یعقلون ای که ای قوم از بین رفتن به خاطر فساد خود ای یک نشانه است برای قومی که عقل دارند. یعنی خطر پند, پند آفری. یک انسان تجربه حاصل میکند یک جوان نگاه میکنه یک جوان دیگر که با دوست بد نشست و برخواست کرد به بگ... درد اعتیاد گرفتار شد مواد مخدر گرفتار شد بیجانشینی کرد زندگیش به هم خورد کار کاسبیش به هم خورد یا اهل قمار شد کل زندگی خودش از دست داد اینا میشه تجربه یک ده. ملت نگاه کنه چرا ما رو میگه که از اون دوری, دوری کنه بله. یک ملت دقت کنه که ملت های قبلی چرا سرنگون شدند یک بله. حاکم دقت کنه چرا فلان حاکم سرنگون شد مردم اوره تنفر دارن از او یعنی هر شخص بله. در هر جایگاهی که هست میتونه از سرگذشت دیگرها یا محبوبیت ها از کجا با وجود بله. بله بله اینا تعقل عقل که انسان رو بیدار میکنه خطر ترک تعقل اینه که یک انسان تجربه نگیره درس عبرت نگیره, از گذشته در یک دعا داریم که خدایا مرا باعث عبرت دیگران قرار نده یعنی من حتی. یک رفتار نکنم که دیگران از من عبرت بگیرن من بر اثر یک کوتاهی ها قفلت ها کارهای بد به یک سرانجام بسیار بد دچار باشم که مردم میگن ببین فلانی ای کار کرد به این سرانجام بد من باعث عبرت دیگران نشم بلکه من نشن. خودم از سرگذشت انسان های دیگر از سرگذشت ملت های دیگر در سیبرت بگیرم ای به خاطر تعقله یک ملتی که تعقل میکنه اتحاد داره تفرق تفرقه نداره یک قومی که تفکر میکنه اتحاد داره هر عاملی که باعث ترقی میشه تفکر میکنه تعقل میکنه بهم. هم عامل خرد پیشرفت جامعه و بشر به بستگی داره در باز در اهمیت عقل و عاقل اینه که خداوند از آقلها و از اهل عقل در قرآن بسیار ستایش کرده اینها نهاده در آیه فرمود یعت حکمت من یشا خداوند به هر کس بخواهد حکمت عنایت میکنه البته خداوند حکیم است خواست خداوند هم حکیمانه است میکند. بله به هر کس بخواهد چون زمینه را خداوند میداند که این زمینه دارد این مقدماتش فراهم کرده خواست خداوند از روی حکمته سال پیش میاد که خب وقتی که خداوند بخواد به کسی عطا بکنه خب تقصیر ما به ما که عطا نکرده تقصیر ما چیه بله این به خاطر همین گفتم که همین سوال که به ذهن بیننده محترم دانشجوی عزیزی اهل تحصیل آمد که خب خداوند عطا بکنه به هر کسی هم که بخواد بخواد عطا بکنه جای سوال خداوند چون حکیم است خواست و انتخاب او حکیمانه است یعنی بی دلیل نیست دلی. این رقم نمیشه که خداوند به یک کسی که زمینه فساد در خود ایجاد کرده گمراهی ایجاد کرده و با اختیاری که داره کارهای بد انتخاب کرده خداوند به او حکمت بده بلکه خداوند به کسی حکمت میده که او از نیروی عقل خود استفاده کرده و رای خوب انتخاب کرده بس بنابراین خداوند حساب شده حکمت میدهد از روی حساب و کتاب جنبه ها را دیده توانایی بله. ها را دیده بله. میبینه که تو از عقل تا بال که داشتی چی استفاده کردی که اگر بعدا حکمت خوبی ها به تو بتون به کجا میرسه این مثل یک دولت حساب بکنید این مثال خوب ناقصه ولی برای که مفهوم به مطلب واضح بشه خوب رو روشنگره یک دولت وقتی که بودجه یک سال تنظیم میکنه در نگاه میکنه سال قبلی این وزارت چقدر فعالیت داشته و چقدر نیاز داره به پول و سرمایه به همون میزان تلاش پارسال او و کارایی او یک بودجه بر او در نظر میگیره خب یک وزارت یا یک منطقه که تلاشی نکرده پیشرفتی نکرده درخواستی هم به تعبیری نداره به او بودجه کمتری عنایت میکنه پس بنابراین بر, بر اساس لیاقت ها و شایستگی هایی که انسان از خودش نشان میده خداوند حکمت میده سوار. و من اجازه بله؟ قبل از یک سراغ صحبت بعدی بریم شماره تلفنی برنامه رو اعلام بکنم شاید دوستای عزیز سوال داشته باشن بیننده های عزیز و گرامی مثبت 964 780 255 چیل پل ارتباط میان شما و برنامه هست میتونید گوشه های امراهتان را بردارید هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید بفرمایید بله و اگر کسی خداوند به او حکمت عنایت کنه خیر فراوان داده خیر فراوان خب حکمت چیه در حدیث وجود مقدس امام موسی بن جعفر فرمودن که الحکمه الفهم و العقل او حکمتی که خداوند میفرماد عنایت میکنه یکی از مصداق او فهمه یکی از مصداق او عقل است خداوند با ام... که انشالله اگر باز یک زمانی فرصتی بود این بحث را مطرح میکنیم که چه ابزارها و چه عاملها و چه رفتارهای عقل انسان زیاد میکنه همین که خداوند عنایت میکنه و این درک درک و فهم انسان بیشتر میشه بسیاره. چه عاملهایی هست که درک و فهم انسان را کم میکنه ضعیف میکنه تضعیف میساز. میسازه اینا همه عامل ها دارد در روایت زیبایی باز از وجود مقدس امام موسی بن جعفر علیه السلام هست در کتاب شریف کافی جلد یک صفحه 18 حدیث شریف آمده که آقا فرمودن مایه خیر آخرت و دنیا عقل است مایه همه خیرات چی دقم؟ فرمود من اراد الغنا بلا مال اگر کسی دوست داره که وجود او غنی بشود ولو مالی هم نداره یعنی مالش هم اندکه ثروت آنچنان نداره ولی وجود او پر از گوهر بارم مفید باشه احساس فقر و تنگ دستی نمی کنه احساس میکنه از درون به تعبیر به حالت غنا رسیده ده. و همه میان کسی که عقل داره به جای به جای ثروت علم انتخاب میکنه بله چون گاهی وقتا هست یک انسان خیلی هم ثروت داره خیلی هم دارایی داره چند تا شرکت هم داره ولی هنوز احساس فقر میکنه هنوز از ترس فقر نگران هست ده. و از ای که به یک انسان مسکینی به یک خیریه کمک بکنه ترس داره واهمه داره که اگر من به او بدم خودم نیازمند بشم فقیر میشم او در باطن خود در حقیقت هنوز فقیر هست اگر کسی دوست داره که در باطن به حالت ثروت برسد و راحت القلب من الحسد و دوست داره که قلب او راحت, راحت باش. باشه گرفتار حسودی تکبر و این صفات بد نشه و سلام فدین دین او سالم بمانه ای چه کار بکنه؟ فلیت ضرر الله فی مسئلت به ان یکمل عقل او ای از خداوند با ناله با زاری در وقتی که دعاها اجابت میشه بعد از نمازها در حالات مختلف در مکانهای زیبا در مکانهای با در وقتهای شریف از خداوند طلب کنه که خدا عقلش کامل بسازه چون اگر عقل بود حسودی دیگه به وجود انسان نفوذ نمیکنه تکبر نفوذ نمیکنه دین انسان سالم میمانه ترس ها از وجود انسان میره یک ها. انسان عاقل ترس <تصفح> به تعبیری منفی در وجود او نیه باز وجود مقدس امام صادق علیه فرمودن ما عبد الله به شیء افضل من العقل خداوند به هیچ چیزی برتر از عقل عبادت نشده یعنی به تعبیر عامل تقرب به خداوند بهترین عامل تقرب به خداوند عقل است بسیار عالی استاد اگر اجازه بتونید یک میان برنامه ببینیم ادامه در خدمت شما هستیم بیننده های عزیز و گرامی به اتفاق هم میان برنامه رو میبینیم و پس از میان برنامه ما را همراهی کنید چنان بساز که خود دوست دارید. خدای من اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید با این که خود به آنها سخت نیازمندم من بنده تو هستم و تو پروردگار منی خداوندا و تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم مرا فرمود پیر نکتدان مرا فرمود پیر نکتدانی هر, هر امروز تو از فردا پیام است دل از خوبان بی نگهدار نگه دار. حریمش جز به او دادن حرام است بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما خیلی خوش آمدید سپاس از اینکه که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید. بخش دوم برنامه مصباح الهدا رو به گونه زنده و مستقیم بیننده هستید و ادامه بحث را در خدمت آقای رمضانی هستید استاد دوباره سلام عرض میکنه خدمت شما و بحث ما اهمیت و جایگاه و ارزش عقل در زندگی انسانی و بشری بود بله علیکم السلام و, و رحمت الله احادیث رو نقل میکردیم آیاتی رو بیان میکردیم از قرآن کریم از لسان اهل بیت علیهم السلام در اهمیت عقل رسیدیم به این حدیث شریف که فرمودن العقل ما عبد به الرحمن عقل او حقیقت و نیروی هست که انسان به توسط او خداوند رحمان را عبادت میکنه بله. و تو به بهل جنان و بهشت به توسط او کسب دست کسب میشه در یک حدیث بسیار زیبای دیگری در روایت داره که جناب جبرئیل امین فرشته وی به حضرت آدم علیه السلام نازل شد و فرمود که شما بین سه چیز مخیر هستی یکی رو انتخاب بفرمایید حضرت آدم بیان نمود که آن سه چیز چیه که من یکی رو انتخاب بکنم خب این خیلی سال جالبیه یعنی اگر به یک فرد بگیم شما یک انتخاب داری انتخاب باید خیلی دقیق باشه فرمود نه. که آن سه چیز یکی عقل است یکی دین است یکی حیا خب هم خیلی هم خیلی مهمه خب عقل انتخاب بکنه دین انتخاب بکنه یا حیا رو انتخاب بکنه خیلی مهمه به نظر شما چه انتخابی باید بکنه انتخاب حضرت انتخابی باید بکنه که یه دو هم شاملش بشه آفره. حیات حیا و دین آفرین حضرت آدم در بین ایستا بیان فرمود که من عقل انتخاب میکنم عقل انتخاب میکنم جناب جبرئیل امین به او دو گوهر گرانبها حیاب دین فرمود که پس شما برین یه عقل انتخاب کرد دیگه درست. اونا گفتن که ما هیجا نمیریم هر جا عقل باشه ما هم هر جا عقل باشه ما هم هستیم ما جدا نمیشیم از هم خیلی رفیقیم با هم. بله. یعنی یک انسانی که عقل داشته باشه دین هم داره حیا هم داره حیا هم داره پس معلوم میشه اگر یک وقت خدایی نکرده چشم ما حیا نداره هر صحنه نگاه میکنیم یعنی عقل نداره یعنی عقل ما ضعیف شده عقل ما عقلی که همه داریم عقل ما در حقیقت مدفون شده یک حدیث بسیار زیبا در نهج البلاغه شریف کار نگرفتیم از عقل آفرین کار نگرفتیم بله که فرمودن عقل انسان گاهی در زیر قبار و گرد قبار و قبار هوا و هوس دفن میشه دیدیم یه خانه وقتی که یک کسی در اونجا زندگی نکنه کم کم اه. گرد و قبار روی کتاب ها روی اشیا میشینه و اونها زیر اونها دفن میشن وقتی از عقل خود استفاده نکنیم به کار نگیریم او قوه استعمال نکنیم همین حکم داره همین داره یعنی هوا هوس انسان رو سبب بشه که عقل او پنهان بشه او نور نداشته باشه در وجود او هست ولی بدون کدام کارایی اتفاقا کار انبیا به تعبیر وجود مقدس امیر همینه که عقل هاره از او زیر خاک ها بیرون کن فرمود خداوند ای در همون خطبه اول نهج البلاغه است که آقا فرمودن خداوند پیامبران را فرستاد لیوثیر لهم دفاع ان العقول تا اثاره کنند یعنی او زیر خاکی ها رو بیرون بیارن عقل های دفن شده ای انسان ها را بیرون بیارن کار انبیا اینه که رو یعنی. بله بله انسان ها را بیدار کنن و عقل اونار از زیر آوارها و خروارها خاک هوا و هوس بیرون بسازن مردم خودشون انتخاب میکنن و کافیه شما به مردم عقل اونها رو بیدار بسازین خود مردم خداوند در وجودشون این نور قرار داده خوب بد تشخیص میدن زیبایی ها رو برمیدن تشخیص میدن برمیدن پس بنابراین اگر دقت کنیم یک جوان عزیز اگر ما چیشم ما یک وقتی حیا نداره زبان ما گای گو... شنیده میشه هر یک انسان مؤمن به زبان میاره لفظای بسیار زشت که انسان از شنیدن اونها منزجر میشه این معلوم میشه که عقل انسان دیگه رفت خاک رفت گرفت خاک. زیر خاک دفن شده و همین رقم انسان به دست او به ناموس دیگر دراز میشه به مال دیگر دراز میشه کلا این معلوم میشه که پس این اگر عقل فرمودن باشه حیا هم هست زیبایی ها می زیبای و دین هم هست دین هم حفظ میشه <applause> بسیار. در یک حدیث زیبای دیگری باز وجود مقدس امام مصعب جعفر فرمودن اذا بلغکم عن رجل حسن حالن اگر یک کسی تعریف کردن برای شما آقا فلانی چه نماز میخانه چه خوب روزه میگیره چه خوب صوت قرآنی داره مثلا یا چه خوب کاسیبی داره چه خوب خانه به خود ساخته یعنی حسن حالی در زیبایی ها رو برای های مادی زیبایی معنوی آقا فرمودن که زود قضاوت نکنه فرمودن که فن وروفی حسن عقلی ببینیم عقل او چه مقداره چون امکان داره خب این مال و به تعبیر صدای خوب نمیفهم یک کارهایی که آدم عادت کنه انجام بده از هر انسانی حاصل میشه یک انسانی که عاقل هم نباشه اگه به نماز عادت کنه خب نماز میخوانه مشکل نداره روزه رو میگیره و امکان داره روزه رو میگیره نماز میخونه آدمم میکشه دزدی هم بکنه بی هم بکنه به خاطر ای که او عادت کرده به او فعل امکان داره نمازم هم بخونه دروغ هم بگه نماز هم بخونه حق مردم رو هم داره عقل داره ولی عقل زیبا نداره زیبا نداره او اثرش نداره یعنی اثر عقلی بود که گفتیم حبس میکنه نگه میداره چی گفتیم زانوی شطور میبندم که ده. گم نشه بیرانه حبس یک دژ گفتیم عقل یعنی دژ قلعه و کسی که کار حرام انجام میده با اینکه که میفهمه این کار ناروا هست این معلوم میشه که عقلش دفن کرده پس فر بود اگر از کسی تعریف کردن اگر بخوایم قضاوت بکنیم که ای در چه جایگاهی هست به میزان عقلش نگاه کنید. به اتفاقا در روات دیگه داریم که در قیامت خداوند آدم‌ها را بر اساس میزان عقل اونها پاداش میده. ولی الان یک طور شده امروزه که هر کی مال ثروت دارایی از اینها زیاد داشته باشه ببینین فلانی چقدر زیرک چقدر با عقل با شعور نگاه همه چیز رو به دست آورده. نه. معمولا بیشتر این چیزا رو میبینه وقتی که ببینه بر اساس عقلش قضاوت میکنه در حالی که مستاق حدیث مثل چیز دیگر رو بیان میکنه. بله بله ما پس در تعین ارزش ها باید به کلام معصوم نگاه بکنیم ببینیم معصوم چه چی چیز ارزش قرار داده چه چی چیز فاقد ارزش قرار داده سیار. در یک روایت زیبای باز وجود مقدس مصعب بن جعفر فرمودند ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل خداوند بین بندگان خودش هیچ چیزی که افضل باشد از عقل تقسیم نکرده بهترین بهترین چیزی که خدا تقسیم کرده بین بنده ها عقله از این ولی میشه خدا به همه این تقسیم داده حالا گفتیم استثناء هست مثلا برخی از افراد یا بر اثر یک سری آرزه های جسمانی از مادر که متولد میشن آرزه مغزی دارن یا بر اثر تا اونا که بذارم کنار انسان ها نوعا دارای این قوه عاقله هست که به ظاهر بهش دیوانه نمیگن بله. بله. <applause> فرمود که خداوند برترین چیزی که بین بندگان خودش تقسیم کرده عقل است یعنی از این نعمت بالاتر نیه چرا به خاطری که وقتی عقل باشه تمام نعمت ها استفاده درست میشه از او. دین دین هست با و حیا هست زیبایی های دیگه هست لذا فرمودن که فنوم العاقل افضل من سهل الجاهل یک انسان عاقل که از عقلش خوب استفاده میکنه ای حتی اگر همون نماز واجب خودش بخونه و شب راحت خواب بشه بله. نماز شب هم نخونه یک آدم جاهل که از عقلش استفاده خوب نمیکنه از شب تا به صبح عبادت بله. بکنه پیشانی او هم جای مورد سجده باشه زانوهای او هم از کسرت سجده مثلا پینه بسته بشه همین که میگن عبادت عالم با غیر عالم فرق داره بله. داره بله. او خواب عالم خواب عاقل بهتر از او شب آدم جاهل چرا؟ به خاطر که در مقابل امیر مومنان چه کسانی صف بستن و به تعبیری جنگ شروع کردن خوارج نهروان یه همچی آدمایی بودن که اینها از عقل خود استفاده نمی کردن. که امام معصوم ولی امر ولی خدا بعد نماز هم می خواندن. نماز هم زیاد می خواندن اتفاقهای زندگی بشر که بررسی بکنیم ببینیم در هر جایشی موضوع پیدا میشه از هم صدر اسلام گرفته تا امروز ام. که هست که کس از دینداری دارن اما متاسفانه خب کارشان خیلی فرق میکنن نماز میخوانن روزه میگیرن حجم شاید میره اما امکان داره که هر کار دیگر هم بکنن زیاد دیدم دیده میشه در جامعه بله. بله. پس بنابراین ای به این معنی نیه که انسان عاقل اهل عبادت اهل سلوک اهل شب داره نیه نه مقایسه فرمودن که اگر یک فرد عاقل شب هم بخوابه ولو عبادت مستحب انجام نده خود خواب او برتر از عبادت آدم انجل چرا؟ چون وقتی یک انسان عاقل شب استراحت میکنه فردا و روز بعد از عقل خود خوب استفاده میکنه پس این خوابش هم خوابی منطقی کی بخوابه چه ساعتی بخوابه کی بیدار بشه چون خواب عاقل هم روی حساب و کتاب هست چه تعبیر زیبایی که دشمن عاقل بهتر است از دوست جاهل بله بله <applause> چون دشمن عاقل او داستانه هست که یک چند تا بچه رفته بازی یکی از این دوستانشان به داخل چا افتاد بعد او رفیقاش گفتن ما بریم بریم, بریم بازی ما بکنیم او دشمنش که بود ولی مقدار با یک مقدار دشمنی هم داشت گفت نه بریم به خانواده او خبر بدیم به خاطر اینکه خب میفهمیدن من با این یک ای ارتباط های مثلا دشمنی دارم او خبر بشن فکر میکنن که من عامل ای بودم لذا مر میگیرن پس بنابراین به تعبیر شما هم دشمنی که عاقل باشه بهتر از این دوستی که جاهل باشه چون انسان به دوست اعتماد میکنه ولی از پشت به انسان خنجر میزنه دوست جاهل شاید صدا بکنه تا ما رسمان نیاردیم جایی نرویم <laughs> خب پس بنابراین حالا ما روایات اگر خواسته باشیم بیان بکنیم باز این شده در جلسات دیگر در عظمت در فضیلت و در جایگاه عالی عقل بسیار ما روایات زیادی داریم فکر میکنم بسیار. همین مقدار کفایت میکنه تشکر استاد و عقل انواع و اقسام هم داره یا خیلی؟ ببینید آیا حسین عزیز او چیزی که ما از تعریف عقل بیان کردیم که همون نیرو قوه تشخیص هست بلکه که خیر از بد صلاح را از فساد تشخیص میده و عامل حفظ انسان است عامل نگهدارنده انسان هست این یک معیار کلی است هرچند در کتاب های اصطلاحی در کتاب های فلسفی در کتاب های مصطلحی که در بین حوزه ها یا دانشگاه ها یا مراکز علم مطرح است دستبندی های برای عقل کردن عقل نظری گفته میشه عقل عملی گفته میشه عقل معاش گفته میشه عقل کاسب گفته میشه عقل سیاسی گفته میشه شاید تا ده نو عقل گفتن عقل بلملکه میگن عقل مصطفات میگن عقل بلفل میگن اینها محل بحث مانیه چون این یک زرافت هایی داره و این دستبندی هایی که اونا در کتاب های خودشان دارن اگر خیلی خلاصتر تر بخوایم بگیم حداقل دو تا نوعش اینه که یک عقل عقل معاش میگن ای که انسان در کاسبی دقت داشته باشه سود بلد. زیانش بفهمه با کی معامله بکنه این یک عقله یک انسان بفهمه که حساب بازار دست او باشه بلد. و از فایده و یک بار اگر از یک جای شکست خورد دوباره اونجا به همون کار انجام نده این عقل معاش اداره خوب زندگی میشه عقل معاش سیاه. عقل سیاست اداره دولت اداره حکومت این عقل عقل نظری اونه که گفتن انسان او چیزهایی که بد بفهمه خوب بفهمه باور به خداوند باور به آخرت با اعتقادات خوب به تعبیر انتخاب بکنه و تعقل بکنه عقل عملی اونه که انسان اعمالش خوب انجام بده سیاه. خیلی ساده ما گفتم ولی بله اینا بسایی طولانی بهمست. هم داره بیننده های عزیز و گرامی مثبت 964 780 255 در اختیار شماست میتونید گوشه های را بردارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید با ما در میان بگذارید همچنان از شما دعوت می‌کنم که برنامه های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات فیسبوک تلگرام اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید و حتما گزینه های لایک کردن، خوش داشتن و پسندیدن را فراموش نکنید تا باشد انشاءالله که معنویت در زندگی شما خوبان و عزیزان بیننده همیشگی ای باشد استاد چگونه به وجود عقل پی ببریم بفهمیم که یه آدم دارای عقل است دارای تفکر است و عاقل است بله خب بسیار زیبا فرمودین و در حقیقت کم کم میرسیم به اصل بحث ما که همون نشانه های عاقل باشه من یک داستان خدمت شما عرض بکنم بله سیاره. که ای خیلی بسرم. زیبا این داستان سوال شما رو خوب روشن میسازه یک دانش در سر یک سنفه بود اون زمان هایی که درس ها ها در بعضی منطقه ها حاکمیت داشتن و خیلی به تعبیری این مکتب کمونیست و انکار خدا رواج داشت دیگه بله این دا دانش که مسلمان بوده وقتی انشا و اون مقاله خودش میخواسته بخونه گفته بسم الله الرحمن الرحیم خب او استاد به او گفته که تو خدا رو دیدی گفته نه استاد خدا رو چشیدی گفته نه استاد خدا رو بویدی نه لمس کردی نه گفته خب تو خدایی که ندیدی با حواس پنجگانه خود احساس نکردی او خدا پس او دیگه نگو بسم الله الرحمن مقاله خود بخون ای بسیار زرنگ بوده <تصفح> بسیار باوش بوده ای بچه چون گاهی وقتا هم بفهم حسینی عزیز خود پاسخ به یک شبهه پاسخ به یک سوال خودش یک هنری هست بله گاهی وقت امکان در یک فرد همین جور جواب بخواد بده بعد ساعت ها بشینه بحث علمی کنه با او ولی این دانش بهش یک جواب بسیار خوبی داد که یک نکته همه جواب ها رو به تعبیر خلاصه کرد به استاد گفت استاد محترم شما عقلتان دیدین؟ گفت نه گفت عقلتان چشیدین؟ گفت نه گفت عقلتان بویدین؟ گفت نه عقلتان لمس کردن؟ گفت نه پس تو بیا عقلی رو کرد به دانش پشوهان و اهل سین فوینا گفت بچه ها ای استاد عقل ندارن پس بریم کلاس تحتیل هست، سنف درس تحتیل, تحتیل. خب این همین رقمه در حقیقت ما عقل از علائم او از نشانه های او میفهمیم چون عقل یک نیروی مخفی در وجود انسان این حقیقت در, در یک حدیث وجود مقدس موسی بن جعفر بیان کردن فرصت داریم حدیث من بخونم بفرمایید این حدیث باز در همون کتاب شریف کافی مرحوم کلینی این حدیث ها را که من غالبا گفتم وجود مقدس موسی بن جعفر چون یک حدیث طولانی هست از موسی بن جعفر در بحث عقل قالب این احادیث در او حدیث شریف این جملات در او حدیث شریف بیان شده در قسمتی از او فرمودن که انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله کسی که خداوندر با تعقل باور نکرده از خدا نمیترسه دیدیم بعضی میگن که ای, 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 خدا نترسه خب کسی که از خدا نترسید دست به هر جنایت میزنه بله حتی اگر به ظاهر مثلا از پدر مادر اسکس. مسلمان هم به دنیا آمده باشه ولی واقعا عقل خودش به کار نبرده که خدا رو او رقمی که باید بشناسه نشن. فرمود او از خداوند نمیترسه مثل یک بچه ای که ای برقر دو شاخه برقر یک بچه که نمیفهمه برق چی هست جریان برق کشنده است. ای امکان داری یک میخر یک فلزه به داخل این دو شاخه به پریز برق فرو بکنه و برق بگیره ولی یک انسان پس کسی که از خداوند ترس معقول نداره ای کسی که خداوند خوب نمیشناسه تعقل نمیکنه نسبت به خداوند ترس از خداوند ترس معقول نداره و من لم یجعل و من لم یعقل ان الله لم یعقل قلب و الا معرفت ثابته کسی هم که خدا رو تعقل نکنه نسبت به معرفت خدا قلب او هم به خدا ثابت نمیمانه یعنی یک قلب متزلزلی داره و بعد فرمودن که از کجا بفهمیم پس چه کسی عقل داره چه کسی عقل نداره چه کسی, نداره، چه کسی خدا رو خوب با عقل خودش فهمیده یا نفهمیده فرمود که ولا یکون احد که الا من کان قوله لفعله مصدقا کسی که سخن او با فعل او مطابق باشد یک هم. نشانه عقل کسی بیان عملش یکی باشه و سر او علانیته موافقا نهان و آشکار او موافق و برابر باشه این رقم نباشه که در جلو روی مردم در مذمت شراب مقاله ها بنویسه در مذمت شراب سخنرانی ها بکنه یک بزرگواری میگفت یک در زمان های قبل یک سخنرانی بسیار دکتری بود پزشکی بود دیدم در بحث مذرات شراب بسیار یک سخنرانی عجیبی کرد در جمع علمی میگه یک شب دیدم او را در خیابان در یک زمانهای قدیم که دیدم یک حالت غیر متعارف داره گفتم برم اتفاقا دنبال همین آدرس های که سخنان چون به طالب علمی گفته بود میخواستم از او مقاله استفاده کنم آدرس این سخن ها کجا بوده و چون او دفعه یاد داشت نکردم دیدم که خود این خود ای اصلا حالتش خیلی فرق کرده گفتم که استاد ای بیاناتی گفت او گفت ما در مقام او یک بیان کنفرانس بود. علمی بود بله او مدرکش هم گرفتیم و خلاصه پولیش هم گرفتیم ای رقم نباشه فرمود سر و علانیت او برابر باشه پنهان او با شکار او برابر باشه همون رقم که در حضور مردم اعمال انجام بده وقتی هم که تنها هست ریاکار نباشه, ریاکار نباشه. فرمود لان الله این قسمت حدیث مد نظر بنده بود لان الله لم يدل على الباطن الخفي خداوند یک چیزی که باطن هست یک چیزی که پنهان هست بر اون راهنمایی نمیکنه من العقل که عقل باشه الا ظاهر من و ناطق ان مگر با یک نشانه آشکاری که آدم اون نشانه رو که میبینه به او امر مخفی که عقل باشه پی میبره یک کسی که در ظاهر رفتارهای اون انسان نگاه میکنه نشانه های عقل که میبینه به نورانیت عقل در وجود او پی, میبره. که این میشه بحث ما که انشالله ببینیم چه علامت های یک انسان عاقل داره بسیار که اگر در ما هست تقویت کنیم اگر نیست و پیدا کنیم پیدا والش بگرد خیلی, خیلی عالی ممنون سر از حضورتان برای ما دعا کنیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل ولی الفرج خدای فرج امام زمان معجل بفرما به فرموده مصعب جعفر علیه السلام خدای عقل همه ما را کامل بگردان اللهم صل علی محمد و محمد خیلی ممنون از شما سلامت باشید اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود بیننده های عزیز و گرامی سپاس از این تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه مصباح الهدای امشب تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همه را به الله پاک و بی همتا می سپارم ایام به کامیتان وقت خوش خدا نگهدار